و هر ادبیاتی که میتونیم سر بشیم روش، چون تصمیم از قبل شده. به هر حال خواستم اینو بگم که الان اومدن و نیومدنش خب معلوم شد که نیومدن. میخوام اینو بگم که واقعا این تصمیم خیلی مهم بود، تصمیمی که در دل یه اوضاع احوال معین مشخص تو بطن این همه گرد و خاکی که شد و این تلاشایی که بخشی از جمهوری اسلامی بنام منتقد بخش دیگرش بالاخره تونست خیلی ها رو تحقیق کنه و خیلی ها بدن بالا خودش بکشه، تو همچه شرایطی صورت گرفت. بنابراین خود نفس تصمیم یه گام به پیش بود. بخش دومش هم که به نظر من خیلی خیلی مهم بود این بود که کمونیست ها اومدن این پرچم رو دست گرفتن و علم کردن. اولین اطلاعیه اگه یادتون باشه با امضای 420 نفری از کمونیست ها در سطح جهان یا بگم بیشتر اروپا اخبار این اعتصاب و یا اعلام کردن این اعتصاب به نظرم رو کاغذ اومد و پخش شد اگه یادتون باشه. میخوام بگم از همون بد و این کار، از همون بد و این تصمیم کمونیستا پرچم علم کردن، کمونیستا فراخوان دادن، دیگه پرچم سبز نبود، پرچم دنبال روی که بیایید تو دل این پرچم سبز بیایید پرچم سرخ خودتون رو بلند کنید نبود. کمونیستا سر راست اومدن و اعلام کرده که ما به مردم کردستان فراخوان میدیم، میخوام این کارو بکنیم. به نظر من اهرم اصلی این تلاش کمونیست‌ها داخل بودن. کمونیست‌هایی بودن که من به عنوان کسی که این مدت اونجا بودم دو سه ماه قبل، کمونیست‌هایی بودن که ما تونستیم حداقل ده‌هاشون رو ببینیم، با صدهاشون از طریق تلفن صحبت کنیم و حساب کنیم حدود 200-300 نفر از کمونیست‌ها تو سطح جهان در این رابطه غیر از داخل در این رابطه بسیج شدن و تونستن با داخل تماس بگیرن. چه خارج ایران و چه داخل ایران، به نظر من تنها تلاشی که تونست مردم کردستان رو تو شرایط معینی مردم ایران رو تکون بده، بهشون بگه باجون غیر از پرچم سیاه و سبز یه پرچم دیگری هست که روش نوشته شده زنده باد آزادی و برابری، روش نوشته شده زنده باد انسانیت، اعلام شد، براش تلاش شد. چطور براش تلاش شد؟ به نظر من تلاش سختی شد. حتی بدشانسی ما اون بود که به خاطر مشکل مالی تلویزیون ما قطع شد اگه یادتون باشه، تو همون شرایط بود تلویزیون از کار افتاد و ما نتونستیم حتی از طریق تلویزیون هم 4 بار مصاحبه همون پخش بشه در داخل ایران. بنابراین میبایست کمونیست ها در سطح جهان و در سطح و تو داخل به خصوص تو شهرهای ایران، تو شهرهای کردستان، به ویژه تو جنوب کردستان، چون صفبندی کمونیست ها تو جنوب کردستان از 30 سال قبل تا امروزش قوی تر بوده از بقیه جاهای دیگه. من خیلی تلاش کردم، خیلی نقش به نظرم خیلی کلیدی و خیلی جالب به این معنی که وقتی وارد صحنه شدن به نظرم خیلی راحت با مردم روزمره تماس می گرفتن، با کارگرش، با زنان، با دانشجویان، با بازاریان، با تمام طبقات و اقشار تو سطح کردستان تماس گرفته شد. شاید بگم با اکثرشون تماس حضوری، تماس تلفنی به عناوین مختلف براشون نامه رفت، باشون گپ زدیم، گپ زده شد. مثلا از این لحاظ مثلا من تو صحنه عملی تو حزب قبلی هم این اتفاق متأسفانه نیفتاد برای ما، اتفاق خوب این بار افتاد که کمونیست ها همه جا با مردم داشتن صحبت میکردن، اطلاعیه و نشریات و ادبیات این حزب شاید بگم 10,000 پخش شد. یه تیم رو من دیدم از سلندج اومدن گفتن ما آماده ایم 5,000 نسخه رو خودمون چاپ کنیم و خودمون هم پخش کنیم، شما هم همکاری کنیم، ما رو کمک کنیم به لحاظ مادی. ما اینا رو کمک کردیم، فقط یک تیم رفته تو شهر سنندج 5,000 نسخه رو پخش کرده. اینو نکاتیه که میخوام بگم که دوستان عزیز و یا هر شنونده‌ای که صحبت های ما رو میشنوه اینو بدونه. علاوه بر این صدها نفر دیگه، ده ها و صدها نفر دیگه اومدن و بالاخره هر کدوم به شکلی، هر کدوم به شیوه‌ای، یارو تلفنشو برمی‌داشت این کارو می‌کرد، خیلی 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 ادبیات این حزب رو پخش میکردن، خیلی با هم صحبت میکردن، گروه های زیادی دور هم جمع شدن و با هم صحبت کردن تا این اتفاق افتاد. حالا تو حساب کن محتوا
و مضمون این اتفاق سیاسی، اجتماعی و عملی چقدر جالب بود. خیلی من از زنها رو دیدم که اومدن و با هم صحبت کرد، من با تعدادشون صحبت کردم، با هم صحبت کردن تو محلاتشون و تصمیم گرفتن کار بزرگی رو انجام بدن، تصمیم گرفتن برای این اعتصاب آخرین تلاششون رو بکنن که کردن. به نظر من این اتفاقی بود که افتاد و گفتم پرچمش و کل کارش رو دوش کمونیست‌ها بود و به نظر من الان وقتی اعتصاب شده و تمام شده، وقتی پشت سر خودمون رو نگاه میکنیم دیدیم که بار دیگه تو این بد این شرایط اوضاع احوال کمونیست‌ها یه پرچم رو بلند کردن، یه پرچم طبقاتی، یه پرچم شفاف، یه پرچم روشن با یه هژمونی معین کمونیستی آزادی خواهی برابری طلبی رو بلند کردن. این اتفاقیه که به نظر من خلاف اتفاق دو ماه قبل که افتاد. نقطه قوت این اعتصاب اینه. اتفاقی نیست بخش کارگر صنعتی، کارگرایی که مثلا تو محله شهر سندج نه تنها کلید این اعتصاب رو زدن، جنگیدن با رژیم، دعواشون شد، از اونجا شروع شد و بعد بقیه جاهای دیگه رو، بازارها و کلوب‌های ورزشی، چندین کلوب ورزشی به این اعتصاب پیوست. بازش دارن که ما تا حال تو هیچ گوشه با این طیف مثلا ما ارتباط نداشتیم. خواستم بگم که اتفاق وسیع افتاد و تلاش بسیاری چه از اینجا و چه تو داخل برای این کار مهم، چون مشخص و معلوم بود، اتفاق افتاد و جلو رفت.